بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت محصلین عزیز. با جلسه دیگر از آموزش نرم افزار اتوکد در خدمت شما هستم. در این جلسه قصد داریم راجع به خروجی گرفتن از نرم افزار اتوکد یا همون پرینت صحبت کنیم. خب ببینیم نحوه اجرای دستور به این ترتیبه، به این حالته که شما میتونید از این قسمت بالا دستور پلات اجرا کنید، از این قسمت دوباره دستور پلات پرینت و پلات رو انتخاب کنید، یا کنترل پی رو از صفحه کیبورد انتخاب کنید تا مستقیما وارد صفحه پیج ستاپ یا پرینت خلاصه. از هر طریقی که راحت تر میتونیم انتخاب کنیم و به دستور پرینت دسترسی داشته باشیم. خب این آیکون ها رو توضیح بدیم. پیج ستاپ، تنظیمات پیج ستاپ، اگه شما پیج ستاپ تنظیمات رو داشته باشیم میتونیم از او تنظیمات قبلی، نقشه های قبلی استفاده کنیم، یا تنظیم چنانچه شما ذخیره کرده باشیم اونجوری بیاریم و از او پیج ستاپ تنظیمات استفاده کنیم، یا اینکه نه یک پیج ستاپ شما اضافه کنیم اینجا هالیوود بسازیم. در قسمت پرینتر یا پلاتر شما اسم پرینتر رو انتخاب میکنید. در یک گزینه وقتی شما این قسمت رو پیدا کنید، پرینتر هایی که به سیستم شما وصل باشن ظاهر میشه و میتونه اون رو انتخاب کنید تا عملیات پرینت انجام بشه. پروپرتیز یک مقدار بعضی از تنظیمات مربوط به پرینتر شما اینجا دسترسی داره، میتونیم اینجا اون رو انتخاب کنیم دیگه. خب پلاتر حالی نصب نیه، اینجوری با نان نوشته و زمانی که پلاتر باشه گزینه ها فعال میشه. خب این قسمت مهمه. پیپر سایز، سایز کاغذ شما، شما میتونه از قسمت سایز کاغذ رو انتخاب کنید که چی باشه، A3, A4, A3 عمودی یا میبینیم A3 هوریزنتال یا ورتیکال، هر کدوم که حالا نیاز شما میتونه اون رو انتخاب کنه. تعداد کپی رو اینجا معلوم میکنه زمانی که شما پرینتر متصل باشه، حالا شما پرینتر نداره اینجا تعداد کپی رو شما میتونه انتخاب کنه و وارد کنه. قسمت بعدی که مهمه پلات ایریا، ناحیه پلات یا مساحتی که قرار پلات گرفته بشه. ببینیم چند گزینه داره. دیسپلی یعنی هر آن چیزی که در حال حاضر روی صفحه تصویر اتوکد شما نمایش داده میشه پرینت بگیره. خب یک مثال. اکستنت یعنی هر آن چیزی که هسته، هر آن چیزی که ترسیم شده در صفحه نرم افزار، در صفحه ترسیمات پرینت بگیره یا وارد صفحه نمایش ما بشه. لیمیت یا محدوده ای که حالا شما هر محدوده ای که تعیین کرده باشه همون محدوده. وقتی مهمترین و پرکاربردترین آیکون این قسمت همین ویندوه. وقتی شما ویندو رو انتخاب کنیم وارد صفحه مدل میشیم، صفحه فضای مدل اتوکد میشیم، صفحه ترسیم استلان و ببینید اینجا نوشته specify first کنه با انتخاب گوشه اول و حالا فقط اگه همین بگیرم و second corner یا opposite corner. شما یک محدوده یک پنجره انتخاب کردیم، گفتیم که همین محدوده رو ما پرینت بگیریم و باز هم این امکان تغییر داره. یعنی شما میتونه این ویندوز رو مثلا حالا من این قسمت رو بگیرم که واضح تر باشه تغییر بده. پس این شد یک کاربرد دستور ویندو. آفست داره که مثلا در راستای اکس و آفست بسوز در راستای با شما میتونید با انتخاب تیک دقیقا او به مرکز کاغذ خوب اندازه می کنید. اینجا باید پریویوی داره که با انتخاب تیک حالا اینجا با سنه اگه 20 وارد کنم ببینیم 20 که اشتباهه. خب حالا یه عددی برابر نمیشه، ما همون سنتر انتخاب می کنم. ببینیم فکس مهده به وسط. قسمت دیگه که هسته اسکیل از اینه، اگه یه تیکه بزنیم دقیقا میایی با اندازه کاغذی که شما انتخاب کردیم به زیر قسمت حالا F4 انتخاب کنم. خب به همون اندازه موضوع ترسیم شما رو فیت میکنه و به اسکیلی رو تغییر میده. اما اگه یه تیکه برداریم شما میتونیم یه اسکیلی مثلا
حالا از قسمت یونیتی رو انتخاب کنیم، میلیمتر باشه، اینچ باشه و اینجاگاه اسکیلی رو وارد کنیم. مثلا حالا 3 اگه ما وارد کنیم ببینیم چی تغییر میکنه، ببینیم کوچیک‌تر میشه، یا 1 ببینیم از فضای کاغذ میزنه بیرون. خب اسکیل 1 به 1 هم هست، اینجاگاه اسکیل های دیگه هم هست که میتونیم از اسکیل انتخاب کنیم و استفاده کنیم، ولی مناسب ترین گزینه همین فیت تو پیپر که ما او رو انتخاب میکنم. خب اینجاگا یک سری پلات هایی هست، جدول های تنظیماتی هست که مربوط به تنظیمات پیشرفته پلات میشه، معمولا کمتر از اونا استفاده میکنیم. توضیحات اینا از توضیحات این قسمت میگذاریم، نیاز چندانی به زونا نداریم و برای کارهای روتین و معمولی ما از این قسمت استفاده نمی کنیم. هر مختصر توضیحی بودم، ببینیم دو حالت داره. میای یکی میگه استایل داره، خب میگه پرنت گرفتن بر اساس موضوع، یکی هم بر اساس رنگ. مثلا میگه هر چی رنگ سرخه تنظیمات پیشورزی هست دیگه، میگم دقت کنیم ببینیم کدوم نگاه انتخاب میکنه. مثلا به عنوان مثال رنگ سرخ یک حالتی داره، یک گروه انتخاب کنیم میگه هر چی که رنگ سرخ مثلا بیا خطچین به اون رسم کنیم، یا هر بر اساس لایه، یا وقتی شما لایه ها رو انتخاب کنی بر اساس لایه باشه، میگه هر چی که به لایه مثلا دایمنشن رو هست اون خود رنگ سبز بیا ترسیم کنم، یا با لاین ویت و یک ذره باشه، یا لاین تایپ از این مدل باشه. این همچنین حالتی داره که میگم برای کارهای ما معمولا استفاده نمیشه. دیگه نکته مهمی که ما اینجا داریم این طرز قرار گرفتن کاغذه که حالا به صورت هوریزنتال یا ورتیکال باشه، یعنی به صورت طرز قرار دادن ترسیم کو ببخشید کاغذ که اینجاگاه بوده، نوع کاغذ ما اینجاگاه از این راست انتخاب کردیم، شکلی که در کاغذ قرار میگیره شما میتونید به صورت ورتیکال یا هوریزنتال رو تغییر بدین تا متناسب در باشه با اندازه و ابعاد کاغذ. شما ببینید حالی از این کرده، از پرشکن کرده، لندسکیپ بیتره و همه لندسکیپ انتخاب میکنم. خب چون ما پرنتر وصل ندارم در حال حاضر، میام اینجاگاه شاید هم نیاز باشه شما خروجی PDF بگیریم، یکی راه حلی هم اینه دیگه، همینجوری گفت میتونیم این قسمت بیاییم اتوکد تو PDF انتخاب کنیم که چند تا گزینه داره. حالا من های کوالیتی با کیفیت بالا رو انتخاب میکنم، اتوکد PDF های کوالیتی. وقتی انتخاب میکنیم اینجوری گفت پریویو رو نشون داده میشه، شما میتونیم پریویو بکنیم و میبینیم کاغذ شما و ترسیم شما به زی حالت در آماده. اگه مشکلی داشته باشه یا نقطه‌ای باشه شما میتونید برگردید بود اصلاح کنید. اپلای تو لی آوت داریم، یعنی این تنظیمات هر چی که حالا ما اینجا انتخاب کردیم اینا رو بیا به لی آوت یا فضای کاغذ اعمال کنه، که باز راجع به ازی بعداً صحبت میکنه. خب هر اوکی میگیرم، از شما میپرسه که فایل من نیم و چی باشه. حالا میگم دراوینگ یک کجا ذخیره کنم، روی دسکتاپ ذخیره کنم و سیو. این فایل من ساخته شد و با پسوند همون با نیمی که من درست کرده بودم فایل PDF ساخته شد. حالا اگه پروژه تمرینی شما باشه، شما خب همین اسکیل دایمنشن ازی بزرگتر کادر میتونیم بندازیم کنار ازی و مشخصات خود رو وارد کنیم و این دایمنشن خود یا پروژه خود به صورت کاملتر تکمیل کنیم. این هم از نحوه خروجی گرفتن یا پرنت گرفتن در نرم افزار اتوکد و تهیه PDF از فایلی که شما نیاز دارید. خب این قسمت اول درس امروز ما با شما بود. قسمت دوم ما راجع به فضای کاغذ صحبت کنیم، ببینیم که فضای کاغذ اصلا چی و چه کاربردی داره. ببینیم این فضایی که ما تمام ترسیمات روی رو انجام میدیم و داخلی رو انجام میدیم به اسم فضای مدل میشناسن، میگم فضای مدل یا فضای ترسیم. ببینیم اینجاگاه اسم نوشته این مدل، این پیج دو تا حالا دو تا لیاوت نوشته، دو تا قسمت داریم به اسم لیاوت یک و لیاوت دو. به زینا میگم فضای کاغذ. خب این فضای کاغذه و چه ویژگی هایی داره؟ شما میتونیم قسمت های مختلفی از یک نقشه
ببینیم این یک فضای کاغذ حالا بسته به تنظیمات شما یا A3 یا A4 یا سایز هر چی که هسته. روی کاغذ شما انتخاب میکنیم که کدام قسمت از فضای مدل شما نمایش داده بشه. فرضاً مثلا حالا بذاریم اینجا صحبت کنیم راجع به از این فضای مدل شما روی از این پلان. فرضاً شما مهم یک قسمت حالا این فضای کاغذ اصلا EA4 سایز اینا همه برابر درست پرن میگیریم. حالا ما این راجع به پله ها دیتیل بیشتری بدیم، بیشتر صحبت کنیم، یا مثلا اندازه گذاری بیشتری باشه، عرض پله، طول پله، فضای داخلی اینا، باگرد چند ارتفاعی، چند غیر و جالب هرچی که هسته. راجع به از این بیشتر صحبت کنیم، ما این سکشن بزنیم و ببریم داخل یک فضای کاغذ دیگه. شما میتونید از فضای لایات استفاده کنیم. میبینید فضای لایات اگه داشته باشه من فعال کنم، این هر آنچه که داخل صفحه ترسیمی بیا بود اینجا نشون داده این یک کاغذیه و اینجا که یک حالت دریچه مانند داره. شما اگه زوم آوت زوم این انجام بدیم، میبینید خود کاغذ عملیات زوم آوت و زوم اینی انجام میشه و فضای درون این کاغذ هیچ تغییری نمیکنه و چنانچه دوست یعنی نیاز باشه که وارد فضای مدل بشیم و این فضای کاغذ علامات زوم عملیات زوم آوت و زوم اینی رو انجام بدیم، میبایستی این کادری که هسته که انتخاب کنیم داخل از این کارت دابل کلیک کنیم. شما حالی وارد فضای مدل شده، میبینیم عملیات زوم آوت و زوم اینی انجام میدم. حالا او قسمتی که شما نیاز داره مثلا ما گفتم زینی درسته، این میارم به زی حالت نشون میدم. دقت کنید شما اگه این جیگاه ای تغییرات مثلا میتونیم حس کنیم، خب هر تغییراتی که این جیگاه بیانیم به فضای مدل شما اعمال میشه. نما کنیم این خط حس شده. بهتر اینه که در فضای کاغذ شما تغییرات نیاریم. کنترل زده بزنم. در فضای کاغذ تغییراتی نیاریم. هر تغییرات قرار اعمال شه شما به فضای مدل بیاریم و این جیگا فقط برای نمایش یا نشون دادن استفاده کنید. زوم آوت و زوم این داره، دستور پن، اینا همه میتونید روی از این اعمال کنیم و اجرا میشه. خب تنظیمات خود مربوط به لیات چی رقمه؟ ببینیم شما با کلیک راست کردن روی قسمت میتونید نیو لیات داشته باشیم، ساخت لیات جدید، حالا فرام تمپلیت از الگوهای پیش‌فرض استفاده کنیم، گلت حذف کنیم، رینیم اسمی رو تغییر بدیم، موور کپی داشته باشیم یا همه لایه ها رو انتخاب کنیم. من یک نیو لیاوتی می سازم. نشد نشد. خب اینجا با ساخته شده چون حالا بذار کاغذ می کمه. ببین با این علامت پلاس هم شما میتونید نیو لیاوتی داشته باشیم. فرضاً باشه من یک کوردینیت بردارم. خب لیات 4 هم بیاماد این لیات رو حذف میکنم دلی. اوکی لیات 4 رو من بساختم. خب اولا میام تنظیمات ارزی و پیج ستاپ داریم اینجا ما پیج ستاپ منیجر این رو انتخاب میکنم. چند تا لیات پیش فرض میگه از اینا باشه یا میگه یکی جدید بسازیم، میگم یکی جدید میسازم نیو، اسمی میگذارم مثلا برای کاغذ A4 اوکی. خب اینجا از اون A4 انتخاب میکنم. A4 پلاس از این دیگه نمیفهمم چیه. بعد میگه چی پرنت گرفته شده. ببینیم اینجا دیگه نیازی نیست شما ویندو رو انتخاب کنید، لیات بگیرین خود همون کاغذ رو برای شما پرنت میگیره. اندازه کاغذ هم که شما اینجا A4 انتخاب کرد، بعد حالا روزی حالت باشه یا روزی حالت اینا میشه راجبی صحبت کرد. این قسمت باشه اوکی، سیت کارنت اوکی، کلوز. خب این شد A4. حالا شما میتونیم رو همین کاغذ بیاییم هم مثلا یک کادر ایجاد کنیم به زی صورت. دستور آفست و
25 سال مثل که کم بوده از دیر انتخاب میکنه و دوباره دستور آفست اجرا میکنه و مقداری اندفاع یک وارد میکنه و از این قسمت یک هم همچین زیاد نشده ولی خب باز بهتر شد. این جگا مثلا یک خط عمودی رسم میکنه به این حالت پرپندیکولر که عمود باشه دقیقا به این حالت. این هم از یه قسمه و میام حالا این قسمت چند تا باکسی رسم میکنه پرپندیکولر منوسی که فعال میبرد. یعنی این هم بازه بسن. حالا مثلا اینجا یکی میتونیم بذاریم شیت یا پیج، اینجا بنویسیم نیم، اینجا دیتا، تاریخ، هر چی دسته مشخصات. این از کادر شما. خب میتونیم اصلا این ویندو خو یا پنجره نمایش خو انتقال بدیم با درک کردن کلیک راست نگه داریم او جابجا کنیم، درک کنیم یا اندازی رو تغییر بدیم. بگیم از این راست رو از این بر خب این حال درک شد و درک کردن دوباره این انتقال میدونی جگاه از این گوشه هم کمک بگیریم و این اندازی رو تغییر بدیم کوچکتر یا مدرکتر. این دیگه مسئله. خب میریم داخل خود فضای کاغذ مثلا همین نقشه نمی ها رو به زینجی ها دقیقا به مرکز از این قرار بگیریم. این دیگه کاری که ما کردیم اینجا با میتونیم بگیم که قسمت این موبیل داریم دراغین گرید آنه اینجا بالا داریم نداریم مثلا واسه می خطوط شبکه نشون بودم که میشه هاید آن هاید کرد یعنی متاسفانه دراوین گرید اینجا نمی بینم. خب حالا مشکل نداره از این میگذاریم. بعد حالا میبینیم دوباره فضای وارد از این کاغذ من کمی درگ میکنم که فکشن بی هم کامل بی های سیکشن ای هم کاملا در مونید قرار بگیریم. حالا فیکس شده و در هر راستا برابر و میتونیم کنترل کی بزنیم پرویو رو هم داشته باشیم. میبینیم فضای اتو ترکی داشته باشیم و دقیقا در فضای کاغذ داریم قرار گرفت. باز هم میبینیم حتی ای خط پین هم بیاماده بیرو چون خیلی مرد گوشه کشیدون داخل پرنت هم نشون داده نمیشه. بیتر بیده که من این خط کمی تنظیماتی رو انجام بدم و بیارم بیروتر یا بالاتر از این حالت. خب حالا هرچی که هسته بذاریم یک پیلیت هم بگیرم از این رو دکستاب زخیری شد. خب پیلیت تبدیل شده فایلی که ما سمه اما خب دقت کنیم یک کادری هم علاوه بر کادری که ما مد نظر گرفتیم کادر پنجره نمایش هم پرنت گرفته شده به فایل ما بیامده که جالب نیه. خب این میرم تنظیماتی رو درست میکنیم. ببینیم شما این کاد یک نوع خط اگر دلت کنیم کلی پنجره رو دلت میشه من کنترل زد میزنم که برگرده. شما میتونیم این کادر حالا بندازم به یک لایه هرچی که هسته میام یک لایه میسازم اسم لایه یکی چی که رو یک لایه مثل اون لایه یک هرچی که هسته ایر هاید میکنو ایر هم انتقال میدم به لایه یک درست شد. دوباره کنترل پی و اوکی پرین میکنو اونجیگاه باشه. این فایل پی دی اف رو میمیدم که به جای عزیز اخیر کنم دوباره
سیو میگه ریپلیس باشه. بله یعنی او ختم برطرف شد و بله. این یکی یک مثله. حالا من میرم به لایت 5. شما ببینیم میر هست میکنه. ما این چندین درجه دید داشته باشیم. شاید کاغذ شما بزرگ باشه مثلا A4. شما میتونید دو تا سه تا نمو حالا نشون بدیم، یا اصلا یکی از ویژگی های دیگه هم فضای کاغذ اینه که سه نمو های مدل های پرسپکتیو میشه اینجا نشون داد. یعنی یک چهار کنه ای داشته باشیم، چهار تا پنجره دید داشته باشیم، سه نمو داشته باشیم و نمو های پرسپکتیو داشته باشیم. شما میتونیم قسمت لی اوت اینجا نیو پیست تا بو گفتیم، میتونیم اینجا بیاییم به صورت رکتنگل پولیگلان یا آبجکت پنجره دید اضافه کنیم. مثلا اینجا من میگم این پنجره دید باشه سری و میام داخل قسمت هم یک دایره به زیر قسمت رسم کنم. این هم اینجا باشه، انتقال هم میدم به زیر جیگا و دوباره میرم وارد دستور لیات میشم، ایر میگیرم، ایر انتخاب میکنم از این قسمت آبجکت، این هم تبدیل به پنجره دید میکنم. این حال دیگه پنجره دیده، دابل کلیک میکنم، این انتخاب شده چی؟ خب پنجره دید انتخاب شده به خاطر که فضای داخلی از این هم معلوم باشه. چیزی که کار میکنه اجازه بدیم رسم میکنه، دوباره یک دایره رسم میکنه از این قسمت انتقال میدم بزید بالا. خب بعد میام لی آوت آبجکت انتقال میکنم، میگم ای تبدیل بشه فضای کاغذ. خب درست. و حالا با دابل کلیک بره کردن روی خود حاشیه وارد فضای مدل میشیم که حالا بکنم مد نظر من نبوده قسمت مدل من وارد لیوت 5 میشم. دابل کلیک کردن این زوم آوت انجام میدم. فرزن این ما مد نظر منه که لا داخل عرضه قرار بگیره به زیست شدن یعنی خودتر میکنم حاشیه ها نیاید. دابل کلیک این هم اینجا رو درک میکنم به زیست. خب بیتشت بازم البته کمی از دایی حاشیه ها اینجا رو هستن، همه دیگه هم فوت میکنیم به الفون برابرش فکر میکنم برای بهترست. خب درست. و اینجگاه هم حالا این قسمت هم میاد میگم مثلا این نما نمای فاندیشن. خب خاطر که این بزی صورت باشه شما حالا میتونیم این رو خود تر کنیم یا این رو کنون تر میام این قسمت این رو انتخاب میکنم بزی قسمت این هم بزی کنم ببینید این هم انتخاب شده. حالا میتونیم این قسمت های خیلی هم اینجا بارم با سکشن های دیگر بیاریم یا توضیحاتی هم راجع به اینا بنویسیم دیتیل بیاریم. ویدیو تا هم میبرم به زیر قسمت به لایر یک هایت بشم معلوم نشه هشیه، یا میتونیم کادری هم اینجا وسط اضافه کنیم. البته یکی راه حل دیگه استفاده از کادر هم اینه که ما از تمپلت استفاده کنیم. تمپلت آرکیتکچر ما اینجا داریم پیش‌فرض خود نرم افزار اوپن اگه بزنم میگه سایز چی باشه دی سایز باشه حالا هر چی که هسته. ببینیم این آوردن این کادر هسته پیش‌فرض خود نرم افزار. حالا میتونه از این الگو هم ایده بگیریم و اینجیگا هم شما دریچه دید اضافه کنیم. همین دریچه دیدی که هسته حالا این به دی صورت صورت میل هست میکنم باز میکنم میام دریچه دید خود می اضافه میکنم مثلا دو تا دریچه دید مستطیلی هم به صورت. فضای کاغذ خیلی خوبه، یعنی شما اگه تسلط پیدا کنیم به فضای کاغذ کار کردن با یه قسمت در پرنت گرفتن و پروژه گرفتن خیلی راحت داریم و سرعت شما بالاتر میره، کارا شما حرفه‌ای‌تر نشون داده میشه معلوم میشه.
که شما از فضای مدل استفاده کنید. با دابل کلیک کردن داخل پنجره ویوپورت شما میتونید دقیقا حالا این رو بسر قرار بدم، این هم به صورت خب ایدیتور انتخاب میکنم، لایه از اینا لایه به صورت این هم از این قسمت، این هم از کار کردن با فضای کاغذ. حالا سایزی رو هم گفتیم شما تغییر میدیم، حاشیه چی رو هم بیاریم اضافه کنیم، با یک پنجره دیدی بیاریم به نیاز داره اون موضوعاتی که نیاز داریم در صفحه کاغذ شما نشون داده بشه، و در نهایت با یک کنترل پی خیلی راحت میتونیم با سرعت بالا پرنت بگیریم، همه تنظیماتی هم برابره دیگه، نیاز به تغییر نداره که شما هی بیاین تغییر. البته سایز کاغذی که ما برای این صفحه لیات پوینت انتخاب کردیم بر حسب این چی که درست میاد، مگر ما از کاغذهای A4 و A3 استفاده کنیم. خب به هر حال این ما تبدیل به PDF میتونیم کنیم و فکر PDF حالا فضای کاغذ را میتونم اینجا با تغییر میده، البته تنظیماتی باز به هم میرزه دیگه. H4 297 PDF ببینیم و این هم اوکی، پیش نمایش هم از این داشته باشیم، ببینیم این هم از این حالت درست شد و کار تقریبا تمیزی هم باشد. این دقیقا هاشیان داخل پاد قرار دارن، از حد اکثر فضای کاغذ استفاده شده. میگم به هر حال این جیگان فضای خیلی اگه نیاز باشه که 100% نیازه، شما میتونیم یکی اسکیل اینا رو بزرگتر کنیم، دیپتا از این قشنگ به سطح کاغذ بیاریم و اسکیل بزرگتر یک فرند گرفته شیایی که نه اینا با همین اسکیل مقیاس خوبه و این فضا هم استفاده کنیم. حالا توضیحاتی نیازه تیبل میاریم یا کدام سکشنی از دیگه جایی نقشه شما نیازی میتونیم استفاده کنیم و از حد اکثر فضای کاغذ به نحو احسن استفاده کنیم. امیدوارم درس امروز ما هم مفید واقع شده باشه، دیگه کدام نکته اینیه همه شما دوستانه به خدا میسپارم، امیدوارم هر جا که هستین در سلامتی کامل به سر ببرید. خدا نگهدار.